سلام، من از ایران زنگ میزنم. خیلی از برنامه‌تون خوشم میاد، گوش میکنم. خیلی ممنون، خداحافظ. بسم رب شهدا و صدیقین. امیر حسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. هذا من فضل ربی، این از فضل خداوند متعال است که با راهنمایی و ارشادات استادان عزیز جناب آقای انصاری، آقای سجودی، سلیمانی، کیانی، هاشمی و سایر دستندرکاران شبکه های توحیدی به وادی توحید قدم گذاشتم. خداوند به این عزیزان طول عمر با عزت عطا فرماید. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. به بعضی از این شیعه های مشرک و آدمخواران و ولایت و جنایتکاران و ظالمین که برای این حکومت ظلم و جور کار میکنند و عقل و منطق را تعطیل و قرآن را رها کرده و فکر میکنند که مسلمان و موحد هستند، چرا که دین خود را از قرآن و پیامبرش نمیگیرند، بلکه از این آخوندهای دروغگو و شکمپرست، شهوتپرست، مشرک و ستمکار و ظالم میگیرند. آخوندها و آیت الله هایی که دین را دکانی برای پر کردن جیب های خود قرار دادند و مردم را گمراه و در نادانی نگه داشتند و ملتی را اسیر خرافات کردند. اینها یاران شیطان هستند که الحمدلله خیلی از مردم ایران متوجه شدند که اینا دروغگویان تاریخن و دروغگو دشمن خداست. آیت الله سعیدی نایب آستان قدس حضرت معصومه در این 30 سال یادش رفته بود که بگوید این رهبر یک دست ظالم جنایتکار در موقع به دنیا آمدن معجزه شده و زبان باز کرده و یا علی گفته. چوپان دروغگو غزوینی میگوید که با یک واسطه میداند که امام زمان با یک دختر تهرانی ازدواج کرده و 2 بچه دارد. از آقای غزوینی میپرسم از آن واسطه بپرسید در کدام دفتر اسناد رسمی دختر تهرانی را امام زمان عقد کرده و شناسنامه و کارت ملی داشته یا نداشته در موقع خواستگاری از این دختر تهرانی، پدر مادر و بستگان خود را برای خواستگاری برده یا نه، یا اینکه دوست دختر و دوست پسر بودند و بدون اطلاع پدر مادر دختر ازدواج کردن، در کدام محله تهران بوده؟ چون من خودم بچه تهران هستم. برای 2 بچه خود شناسنامه گرفته یا نه؟ بچه هایش مدرسه می روند و کدام مدرسه؟ خدایا شر این آخوندهای کثیف و دروغگو و شارلاتان را هرچه زودتر از سر این ملت مظلوم کم کن، چون ملتی را اسیر خرافات و اوهام خود کرده و به سوی جهنم می برند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.